لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي أولًا بتقوى الله تعالى وطاعته اتقوا الله عباد الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ثم اعلموا يا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى لما خلق البشر لم يتركهم سدى بدون نظام أو دستور أو هاد يهديهم إلى سواء السبيل بل أرسل لهدايتهم وإرشادهم رسلا مبشرين ومنذرين ومرشدين رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأنزل معهم الكتب والصحف المقدسة لتكون لهم نورا يستنيرون به فعلينا معشر المسلمين أن نتمسك برسالة الدين ونحافظ على طاعة رب العالمين ونقول ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين واعلموا يا عباد الله أن لا نجاة ولا فلاح ولا سلامة من عقاب الله وأهوال يوم القيامة إلا إذا تمسكنا بشرع الله تمسكنا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيهما العصمة من كل ضلال وانحراف كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون إرعوذ خطبنا مخزران المترم رعو للرعية التقوى وترهزقاري والالتزام والتمسك بدين وشريعة إلهي سفارش وتوسيه كنم برای تحقق تقوا خداوند ما را به پیروی صراط مستقیم و نلغزیدن از آن توصیه نموده است سفارش و توصیه خداوند در قرآن به بندگان خودش این است که و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه این صراط مستقیم من است از آن پیروی کنید ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله از راههای بیراهه پیروی نکنید که شما را از راه خدا جدا می کند و دور می کند ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون این توصیه خدا به شما هست شاید تقوا پیشه کنید پس برای تحقق کامل تقوا لازم است که انسان راه را از بیراهه تشخیص بدهد و سعی بکند که از جاده صراط مستقیم منحرف نشود صراط مستقیمی که یک رشته اش به دست خداست و یک رشته اش به دست خود انسان و یک رشته اش متصل است به رسول خدا صلی الله علیه و سلم اون رشته که به دست خداست اون هدایت توفیق است که خداوند انسانهایی را که در مسیر هدایت قرار بگیرند توفیق می‌دهد به اون سمت
هر کسی در راستای هدایت حرکت کرد، توفیق الهی شامل حالش می شود که او را در مسیر هدایتی که انتخاب کرده است توفیق می دهد. یهدی من یشا و یضل من یشا، خدا هر کس را بخواهد هدایت می کند، هر کس را بخواهد گمراه می کند. هدایت و گمراهی دست خداست. من یهدی الله فلا مضل له و من یضلل فلا هادی له. هر کس خدا هدایت کند، گمراه کننده ای برایش وجود نخواهد داشت، و هر کس خدا او را گمراه بکند، هیچ کس نمیتواند او را هدایت بکند. پس رشته اصلی هدایت در دست پروردگار است که خداوند به انسان توفیق هدایت میدهد یا هدایت را از او سلب میکند. منتها راه توفیق هدایت و کسب هدایت از جانب خدا اتباع صراط مستقیم است. دعای معروف نماز این دغدغه ما را به ما گوشتن می کند که انسان باید در چه سمت و سوی حرکت بکند و غصه چه چیزی را بخورد. اهدنا الصراط المستقیم که مکرر در نماز می خواهیم به ما یاد می دهد که بدانیم نیاز اصلی ما چیست. نیازها و کمبودهای اصلی خود را انسان می تواند از دعاهای قرآنی یا دعاهایی در روایات و احادیث آمده است بگیرد. دلبستگیها و تعلقات قلبی خود را بفهمد که چه دلبستگی داشته باشد. خط مشی فکری خود را تشخیص بدهد، در چه سمتی تفکر بکند، تمرکز فکر و حواس انسان در چه سمت و سویی باشد، و دغدغه انسان را به انسان گوشزد میکند که غصه چه چیز را باید بخورد، و بالاخره خط مشی عملی ما را به ما یاد میدهد که عملا چه اتجاهی را دنبال بکنیم، در چه سمتی حرکت بکنیم. چون نمیتواند انسان برخلاف سمت و سوی درخواست و نیاز و تقاضای خودش حرکت بکند. معقول نیست اصلا که انسان جهتش برخلاف اون تقاضایش باشد. دقیقا اگر انسان تقاضایی داشته باشد، درخواستی داشته باشد، باید در همون سمت حرکت بکند تا انسان عاقلی باشد. هیچ انسان عاقلی نمیآید در خلاف جهتی که خودش متقاضی آن هست حرکت بکند. اگر انسان متقاضی یک حرکتی، متقاضی یک مقصدی هست که میخواهد به مقصدی برسد، متقاضی یک نجاتی هست که میخواهد از این محنتی نجات پیدا بکند، متقاضی یک کمکی هست که میخواهد دیگران به کمک او بشتابند، به داد او برسند، خودش هم باید در همون سمت حرکت و اقدام کند. این است که پیوسته در قرآن به این مطلب اشاره شده است که انسان بر اساس عملکرد خودش هدایت یا گمراه می شود. چون هدایت از جانب خداست، منتها رشته آن یا کلید آن به دست خود انسان است. وقتی انسان در سمت و سوی هدایت حرکت بکند، خدا او را هدایت می دهد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. اهل ایمان و عمل صالح هم که خداوند اونها را به سبب ایمانشون هدایت می کند. اما کسانی که از ایمان رو بگردانند، این الذین لا یؤمنون به آیات الله لا یهدیهم الله، اونها مشمول هدایت خدا نمی شوند. و من یؤمن بالله یهدی قلبه، هر کس به خدا ایمان بیاورد خداوند قلبش را هدایت می کند. در همون سمت ایمان قلبش را هدایت می کند. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، اونهایی را که در جستجوی رضا و خوشنودی خدا هستند، خداوند آنها را به راه های سلامتی رهنمون می شود. در همون سمت آنها را هدایت می کند. منتها حرکت و اقدام کافی نیست.